خبر عاجل: صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی وارد پاکستان شده است. خیانت یا معامله ننگین؟ سلام، درود، به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها: جبهه مقاومت وضعیت بلخاب را اضطراری و نگران عمیق دنبال می کنیم. جبهه مقاومت ملی می گوید که کشتار مردم بیگناه بلخاب به دست طالبان را به گونه شدید محکوم کرده و وضعیت بلخاب را با اضطراب و نگرانی عمیق دنبال می کند. این جبهه روز چهارشنبه 8 سرطان با نشر اعلامیه گفته است که جبهه مقاومت ملی از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان، کشورهای جهان اتحادیه اروپا و همه سازمان‌های دفاع از حقوق بشر می‌خواهند تا با محکوم کردن جنایت ضد بشری که طالبان مرتکب شدند، هیئت‌های حقیقت یاب را برای بررسی این جنایت‌های تکان دهنده با بلخ اعزام کنند. جبهه مقاومت تصریح کرده است: ما ضمن تعبی کشتار زنان، کودکان و مردان غیر نظامی از سوی جنایتکاران گروه طالبان در بلخاب، پشتیبانی از مردم این مناطق را مسئولیت وجدانی خود می داریم. این در حالی است که از چند روز بدین سو درگیری ها میان طالبان و نیروهای مولوی مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب ولایت سرپال افزایش یافته است. در همین حال صابر امیری در صفحه رسمی فیسبوک خود می نگارد: موثق، صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی هفته گذشته بعد دعوت حکومت پاکستان در اسلام آباد با مقام های پاکستانی دیدار و گفتگو کرده است. هنوز مشخص نیست که این دیدار با چه هدفی دنبال شده است. با این حال سیام نایاب می نگارد: محترم نجیب بارور صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی را چلنج داد. فقط یک روز اختیار این حزب مقتدر و زنده را به من بسپارید. اگر فردا زادگاه استاد ربانی و قهرمان ملی را آزاد نکردم، زهر می خورم. تشکر از اینکه تا کنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود.